بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز. امروز در درس ششم فن بیان از طریق چینل یوتیوب ما با محتوای صدا در سخنرانی در خدمت شما قرار داریم. صدا به عنوان دومین عنصر بعد از کلمات در هر بیان تاثیرگذاری خاص خود را دارد. کلماتی که جملات را می سازد، ترتیب می کند، نظم می دهد، این کلمات به تنهایی خود فقط از دید مهرابیان 7% تاثیرگذار بود، مگر تاثیرگذاری کلمات زمانی بلند می رود که با صدای خوب همراه باشد. بنابراین در درس امروز پیرامون مشکلات صدا و تمرینات بهبود صدا می خواهیم مقصد مختصر داشته باشیم. به عنوان اولین موضوع، صدا چه مشکل با خود می تواند داشته باشد؟ اولین مشکلی که اکثرا صدای ما را تخریب می کند لرزش صداست. گوینده صحبت میکنه، صدا غیر ارادی میلرزد. مثلا رحمان داریم و سلام خدمت و حضور همه دوستان عزیزم. دلیل چیست که صدا میلرزد؟ یا نفس سوخته، یا استرس موجود هست، و یا هم گوینده تجربه بلند ساختن تون صدای خود را نداره. بنابراین اولین عامل همین است. ولی بهترین صدا کدام است؟ صدایی که هم فصیح باشد و هم روان باشد. دومین مشکل به نقطه اول وابستگی خاص دارد و هم بندش کلام است. گوینده با صدای خود چنان بند شده سکته سکته صحبت می کند که هم لرزه کلام بلند می رود و هم برای مخاطب غیر مستقیم حس می بخشد که محتوا فراموش شده. سوم مشکل صدا ثابت بودن صدا است. گوینده با صدای کاملا ثابت یا بلند یا پایین یا متوسط یک سره و یک نواخت صحبت میکنه، در حالی که اگر نوسانات یا تغییرات در صدا ایجاد شود، گاه بلند و گاه پایین، این خود جذبه گفتار را بیشتر میسازد. جوانان ما با درک مشکلات موجود امروز کنار نیروهای امنیتی استاد شدند و از حریم خود، از ناموس خود و از این نظام دفاع و حراست میکنند. باید جوان به خاک و خون کشانده نشود. میبینید از شدت میان لحن پایین میشود. این را میگن نوسانات. ولی صدای بد صدای است که یک سره یک نواخت باشه. صدای بد دیگر صدایی هست که مکس در آن مراعات نشده. یک سره گوینده صحبت بکنه بدون هیچ نوا مکس. مکس وقت است. سکوت هایی که جذبه گفتار را بیشتر می‌سازد. ما در درس های بعدی پیرامون این همه محتویات به ترتیب اشاره می‌کنه. مکس چیست؟ چند نوا مکس داره؟ صدا کجا بلند؟ کجا پایین؟ حتما اشاره می‌کنه. ولی مؤخرین مشکلی که اکثرا صدای ما رو تخریب میکنه بیمزه بودن، بی‌هیجان بودن یا خشک بودن صدا است. هر قدر گفتار شما گرم و با احساس و باشور باشد، تاثیرگذاری سخن بالای مخاطب بیشتر است. به هر اندازه‌ای که صدای شما خشک و بیرون و خوابیده باشد، با این صدا کاری ساختنی است. بنابراین مثال ما مشکلات افغانستان را درک میکنیم که باید جامعه جهانی به افغانستان توجه کنند و برای حل همه مشکلاتی که اینجا پیشنهاد می شود ما باید صلح و وحدت هم بیدیم. ببینید خستکان هست، صدا گرفته هست، گرمی و احساس در گفتار گوینده موجود نمی باشد. با در نظر داشته این پنج مشکلی که گفتار ما تخریب می کند، سؤال پیدا می شود، بهترین صدا کدام هست؟ من امروز با 4 تمرینی که صدای شما را بهترین می سازد، یعنی هم فصیح می سازد و هم روان می سازد، میخواهم اشاره کنم. اولی کاری که برای بهتر شدن صدای شما کمک کننده است، الگو برداری است. یعنی شما برای خود نمونه هایی از جنس صدای خوب انتخاب کنید. دوست، رفیق، خبرنگار، تحلیلگر، سیاستمدار، استاد، معلم، خواهر، برادر، هر آن کسی که با صدای خوب همراه است و شما صدای او را خوش دارید، دوست دارید، زیاد بشنوید. در اوایل این بیشتر شنیدن، این زیاد شنیدن باعث می‌گردد که شما ظرافت ها و زیبایی های او افراد را تقلید بکنید، و در نظر داشته خود را عیار بسازید. ولی بعد از سپرشتن یکی چند مدت شما برای یافتن صدای خود کار کنید. مثلا در کجا مکس را الگوی من مراعات می‌کنم؟ شما می‌توانید در برنامه های بعدی که سخنرانی دارید با الگو برداری از نمونه‌ای که برای خود انتخاب کردید خود صدای خود را مدیریت بکنید. ولی در اوایل کار مشکل هست، بسیار شباهت به تقلید دارد. با مرور زمان رفته رفته شما صدای واقعی خود را دریافت می‌کنید. ما دومین عاملی را که به عنوان بهبود صدا اشاره می‌کنیم تمرین تیزخوانی است. شما یک متن کتاب، متن روزنامه
یا ممکن یک متنی که خود نوشتین انتخاب کنید و از روی روزانه برای 15 دقیقه با ساعت بخونید. مثلا فرض کنید با سلام خدمت حضور همین حضور در مجلس خوشحال هستم یک بار دیگه در حضور شما سریع بخونید. خوب این کار چیست؟ شما عضلاتتان را برای واضح تلفظ کردن عادت می‌کنید. شاید در وقت سریع خواندن چندین کلمه را بجوید. ولی باید دوباره از سر بخونید که این کلمات جویده نشوند. 1, 2, 3, 4, 15 دقیقه فرصت. سومین تمرینی که پیشنهاد میدهم بعد از الگو برداری، بعد از تمرین تیزخوانی شما اما متن دوباره انتخاب کنید، ولی این بار طوری بخوانید که دهنتان کامل باز و بسته شد، به گونه عمودی کامل، افقی کامل و دایروی کامل. یا به عبارت دیگر شما تلفظاتتان را کوشش کنید کامل بسازید. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش کنید دهن ما با عضلاتی که اینجا در سیستم صوتی تاثیرگذار هست کامل باز و بسته شده. با سلام خدمت حضور همه حضار در مجلس. موضوع بحث امروز ما صدا در سخنرانی. برای 15 دقیقه دیگر شما تمرینات باز و بسته کردن کامل دهن داشته باشید. هر روز این کار را متواتر انجام دهید. ببینید روی فصاحت گفتاری شما چقدر تأثیر گذار است. و چهارمین تمرینی که من پیشنهاد میدهم تمرین با کلم است. تمام اینها وقت تکمیل شد برای 15 دقیقه یک قلم بین دندان ها بگذارید، با قلم شروع کنید به تمرین کردن. مشروط به این که قلم نیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به همه دوستانی که تا هنوز برنامه ما را تعقیب نکردن و ممکن است بعد از این به چنل یوتیوب وصل شوند. من سلام بسیار ویژه به شما میسپارم. امروز ما در مورد صدا صحبت میکنیم، ویژگی های صدا، چالش ها و مشکلات صدا، چگونه میتوان صدای خوب را برای خود ساخت. وقتی شما بر روزانه 15 دقیقه این تمرین را متواتر برای 20 روز انجام دهید و هر آن وقتی که قلم هم بین دندان ها گذاشته نباشد شما هنوز هم حس میکنید یک مانعی هست، ما باید دهن را کامل باز و بسته کنم تا تلفظات من واضح باشد و این کمک کننده است. در نهایت حرف خود را جمع بندی میکنیم. ما 4 مهارت کلیدی را برای بهبود صدا پیشنهاد دادیم: الگو برداری، تمرین تیزخوانی، باز و بسته کردن کامل دهن و تمرین با قلم. 15 دقیقه روزانه می شود 1 ساعت. پس بحث رو اگر در کل جمع کنیم، بهترین صدا صدایی هست که هم فصیح باشد، هم گرم و با هیجان باشد. برای بهبود صدا و درس های بعدی صدا خارج از این مجموعه ما را تعقیب بکنید. انشاءالله دوباره در درس های آینده با منتویات جداگانه پیرامون صدا می شود.